چطور ماده تاریک رو ببینیم؟ ماده تاریک یکی از تاریک‌ترین رازهای جهانی است که میشناسیم. یا شایدم جهانی که هنوز نمیشناسیمش. همه ماده قابل مشاهده عالم مثل سیارات، ستاره ها، کهکشان ها و هر چیزی که تا امروز تونستیم رصد کنیم به اندازه کافی جاذبه ایجاد نمی کنن تا جهان به این شکلی که الان هست وجود داشته باشه. یعنی جرم همه ماده توی جهان از اون چیزی که روی کاغذ باید باشه تا معادله های فیزیکی درست از آب در بیان کمتره. پس یه ماده ای باید اینجا وجود داشته باشه که نمیتونیم ببینیمش. ماده تاریک. تصور کنید ممکنه کهکشانی به شکل کهکشان ما وجود داشته باشه که نامرئیه. توی این کهکشان ستاره ها، سیاره ها و حتی موجوداتی وجود داشته باشند که نمیتونیم ببینیمشون. جهانی که از ماده تاریک ساخته شده. با اینکه ماده تاریک بیش از 25% جهان را تشکیل میده و ماده معمولی تنها 5% از جهان را میسازه، هنوز نتونستیم به صورت مستقیم اون را ببینیم. چرا نمیتونیم ماده تاریک را ببینیم؟ توی این دنیا وقتی چیزی را قراره ببینیم، باید نور یا امواج رادیویی یا یه موج صوتی به اون بخوره و برگرده تا بتونیم وجودش رو تشخیص بدیم. دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد. مثلا رادارها با امواج رادیویی میبینن، چشم ما با نور و دستگاه های سونوگرافی با کمک امواج صوتی. اما ماده تاریک به هیچ کدوم از این موج‌ها واکنش نمیده. برای همینه که بهش ماده تاریک میگیم. اما هر چی که باشه اون بازم ماده است. پس باید بتونیم اثر رو در برخورد با مواد دیگه هر چند کم ببینیم. چطور میشه ماده تاریک رو دید؟ پیدا کردن محل نشتی لوله گاز یا یه تیوب دوچرخه با چشم کار ساده ای نیست. اما میشه تیوب رو داخل آب گذاشت تا ببینیم از کجا حباب هوا خارج میشه. آزمایش‌ها برای دیدن ماده تاریک باید با حساسیت بی نهایت زیادی انجام بشن. در آزمایشگاهی حدود 2 کیلومتر پایین تر از سطح زمین، یه محفظه کروی شناور در 345 هزار لیتر آب فوق خالص قرار داره. این محفظه حاوی 3600 کیلوگرم آرگان مایع در دمای منفی 180 درجه است. دانشمندا دائما این محفظه را از روی زمین زیر نظر دارن و به دنبال کورسوی از نور در این تاریکی هن. پیدا کردن اثر ماده تاریک توی این آزمایش شبیه به شنیدن صدای افتادن یه سوزن توی خیابون شلوغه. برای همین اینجور آزمایشگاه ها در زیر زمین، دل کوه یا داخل معادن قدیمی یا عمیق ساخته میشه. آب فوق خالص دور محفظه هم به عنوان یه فیلتر جلوی تابش و ذراتی که تا اونجا رسیدن رو میگیره. حالا اگه خوش شانس باشیم و ذرات ماده تاریک جایی داخل این محفظه کوچیکترین اندرکنشی با ماده معمولی داشته باشن، اسکرای دقیق و حساس این آشکارساز میتونن اونو پیدا کنن. مثل یه جرقه، لرزش اضافه، حباب یا هر اثر دیگه. این آشکارساز چشم بینای ما در برابر ماده تاریکه و هر لحظه اطلاعات رو ثبت میکنه. حجم عظیمی از دیتاها در طول ماها جمع‌آوری میشه تا از بررسی اونا شاید بتونیم اثری از حضور ماده تاریک پیدا کنیم. شاید روزی بتونیم پرده از این راز تاریک جهان برداریم و جهانی که در اون زندگی میکنیم و بهتر بشناسیم.